با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور همه شما بینندگان ارجمند، تصور میکنم به بخش سوم از فصل دوم برنامه امروز، یا بهتر بگوییم قسمت هفتم برنامه وارد میشویم و جا دارد که از همه محبت های شما عزیزان سپاسگزاری کنم. آقای سنت الله کریمی که سوال مطرح کرده بودند در مورد اینکه آیا پیامبر دیگری یا رسول دیگری بعد از حضرت محمد فرستاده می شود یا نه، که در جلسه قبل ساعت قبل به فرمایشات ایشان پاسخ داده شد. از مراهم فوق‌العاده آقای محمد احمدی سپاسگزاری میکنم و واقعا خودم رو شایسته این همه محبت و سخاوت در ایثار احترام نمیبینم، ولی در این حال خوشحال هستم که خدمات ناچیز من مورد قبول حضرت حق و همینطور مورد قبول پیروان حضرت حق به این شکل قرار گرفته. از سخنان زیبایی که بیان کردید و از قوت قلبی که در خادمین خدا ایجاد می کنید صمیمانه سپاسگزار هستم. دوست محترم دیگری که اسمشون رو فراموش کردم سوال کردن که فرق نماز با صلات در چیست؟ هیچ. نماز ترجمه فارسی صلات هست و بالاخره ترجمه است دیگه. حالا صلات هر معنی میده، قاعدتاً نماز هم باید همون معنی رو بده، و اگر که ما معنی صلات رو نمیدانیم معنی نماز رو هم نمیدانیم، و اگر معنی صلات رو اشتباه بیان میکنیم به همون ترتیب معنی نماز رو هم اشتباه بیان میکنیم. این است که اول این دوتا یکی هستند، یه ترجمه هم هستند، ولی برای اینکه بدانیم صلات چیست یا ترجمه اون نماز چیست باید تشخیص بدهیم که خود مفهوم صلات به زبان عربی چه معنایی میدهد. به طور کلی صلوه، ریشه صلوه در زبان عربی به معنای اتصال به منظور شبیه شدن است. یعنی شما در واقع اتصال به قصد تجانس است با چیزهایی که جنس هستن و شیئیت دارن و جنسیت دارن، شما تجانس پیدا میکنید با اینها، هم جنس میشید، یا اون هدف از صلات در ذهن انسان هست که آدم به اونجا برسه. اگر که آدم بخواد که به چیزی هم شکل بشه که فراتر از جسم و شیء باشه یا مقید به عالم مقید نباشه به بیان دیگه، یا متکی به ماده یا شیء نباشه یا مجرد باشه به قول فلاسفه و اهل کلام، باز هم همین قاعده حاکم است. یعنی باز هم آدم میخواد شکل اون بشه، شکل کسی که خودش رو ندیده ولی اثرش رو دیده. آدم میخواد شکل خورشیدی بشه که هیچ وقت اون خورشید رو ندیده، چون تو اتاق بوده همیشه، نور خورشید از پنجره بالا داخل اتاق آمده و اتاق رو روشن کرده، یعنی با اثر اون خورشید آشناست ولی هیچ وقت خود خورشید رو ندیده، و حالا میخواد صورت خورشید رو ببینه و بعد خودش هم خورشید بشه، چون هر کی صورت خورشید رو ببینه خورشید میشه. و
میخواد هم به لقای حق برسه و هم خودش به صورت رودخانه ای که از خودش منحل میشه و در واقع در انحلال به دریا میرسه و منحل در دریا میشه، از بین نمیره، نمیمیره، ولی هویتش رو در تنوع از دست میده و در وحدت و در اتحاد تنوع او منحل میشه، یعنی تنوعش منحل میشه و به نوعی وحدت وجود در دریای هستی قرار میگیره. و شباهتی که برای این کار تشبیهی که معین میکنن معمولا که خیلی خوب آدم مجسم میکنه و راضی میشه و میفهمه، وجود آب رودخانه و وجود آب دریاست که فرض رو بر این میذارن که دریا بی انتهاست و همه جهان دریاست، ولی یک قسمتی از این جهان محدود هست به وجود جویباره‌ای در مقابل اون عظمت که به این رودخانه میگن. تقریبا به جهات زیادی شباهت‌های بین آب دریا و آب رودخانه هست و حرکت آب رودخانه، جاذبه دریا و شیب آب و شیب زمین، این حرکت به این جاذبه رو به وجود میاره که از چشمه در واقع خلقت که این رودخانه خلق میشه به وسیله دریا، چون دریا وقتی که گرما بهش وارد میشه و حرارت میخوره سنگینه دیگه، آب دریا نمک داره، سنگین حرکت نمیکنه، ولی وقتی که گرما بهش وارد میشه بخار آب از روی آب دریا بلند میشه و بخار آب وقتی بر خودش بلند میشه، چون نمک سنگینه، نمک میریزه پایین، مواد معدنی و مواد سنگین و املاح و اینها همه جدا میشه از آب، آب سبک بشه که بتونه بره بالا، و بعد با وزش باد و همینطور با وجود گرما این آب بخار میشه و میره بالا و بعد سرد میشه و تبدیل به ابر میشه و بعد باد میاد و رو حرکت میده و میرسه بالای کوه. بالای کوه چون ارتفاعش زیاده، در اون ارتفاع زیاد ابر بالاخره نهایتاً بعد از چند ماه اینها سرد میشه و این سرما باعث میشه که یا تبدیل به باران میشه یا تبدیل به برف میشه و نهایتاً تبدیل به آب میشه و در حفره‌های بالای قله کوه به صورت دریاچه‌های کوچک و بزرگ ذخیره میشه و این وقتی پر میشه، سرشار میشه، سرازیر میشه و از اون چشمه‌های رأس کوه به پایین حرکت میکنه. این اساس و ناموس ساختمان رودخانه است که رودخانه با وجودی که آبش با دریا فرق میکنه ولی آبش همون آب دریاست و به وسیله این پمپاژ الکتریکی که خدا آفریده آب دریا صدها متر از زمین پرواز میکنه و کار یک پمپاژ بسیار قوی رو انجام میده که آب دریا هم تصفیه میشه، هم بالا میره، هم حرکت میکنه، هم انتقال پیدا میکنه آب دریا به آب بالای قله کوه نهایتاً و از اونجا شروع میکنه به ریختن و دو مرتبه به دریا برمیگرده و این چرخه خلقت رو نشان میده که ما از خاک بیرون میاییم، مثلا به کودکی به استاد شدیم، از استادی خود شاد شدیم، این آمدن و رفتن ما پهرچه بود که از خاک در آمدیم و بر خاک شدیم، از این دریا برمیخیزیم و حرکت میکنیم و تمیز میشیم و حرکت میکنیم و مسافرت میکنیم و ابر میشیم و باد میشیم و باران میشیم و برف میشیم و چشمه پیدا میکنیم، بالای قله کوه میریم و از اونجا تبدیل به رودخانه میشیم و سرازیر میشیم، نهایت امر برمیگردیم به همون جایی که بودیم. انا لله و انا الیه راجعون، این واقعی که در قرآن میگه به اون ترتیب در اصطلاح عرفانی که خالق این حرفا هم بیشتر مولوی هست، این حرکت انجام میشه و این تجسم و این تشبیه خیلی گویا بیان میکنه که تقریبا بر ما چه میگذرد. تقریبا خیلی مثال دقیقی است، مال من نیست این مثال، البته من به اونجا نرسیدم که از این، ولی مثال دیگران رو ذکر کرد و بیشتر این
کانسپت و این موضوع در ذهن جلال الدین محمد بلخی میچرخیده و بقیه چیزهایی هم که گفت در ردیف تطبیق با همین فلسفه فکری است. بشر برای اینکه صلات انجام بده یا نماز انجام بده سعی میکنه که از یک روشی استفاده بکنه که در اون روش این وصلت و این وصال انجام بشه. حالا معنی لغوی صلات هم شکل شدن در وصل شدنه، یعنی ما از طریق هم شکل شدن یعنی در واقع وصال در اثر تجانس هستش که ما هم جنس میشیم و وقتی که هم جنس میشیم در جنس بزرگتر جنس کوچکتر رو در دهان خودش میگیره و حل میکنه و جنس کوچکتر جزئی از جنس بزرگتر میشه، نمیمیره البته، در دل او جا میگیره و با او یک پارچه میشه یا وحدت ایجاد میشه یا اتحاد ایجاد میشه. نماز به این منظور انجام میشه که ما که در ذهنیت خودمون از خدا دور هستیم در ذهنیت خودمون در خدا منحل بشه. این خیلی خلاصه تعریف نمازه. حالا مکانیسمی که ما به اینجا میرسیم از دیدگاه قرآن مکانیسمی است که به او تذکار میگوید قرآن، یعنی یادآور خدا بشویم ما. یادآور خدا شدن یعنی یادآور کلام خدا شدن، چون خدا یک مجرده، ما چطور میتونیم که یادآور مجرد باشیم؟ مجرد نه طول داره نه عرض داره نه خاصیت داره نه صفت داره، هیچ چیز نداره، همه اینها مال این طرفه. ما برای وصف شدن با او باید این طرف وصف بشیم به صفات زمینی او، به صفات فاعلی او در خلقت زمین و خلقت مخلوقات، و همین کار رو هم میکنیم. قرآن میگوید که راه این، کلید این کار این است که تو به ذکر خدا بپردازی، و معنی نماز در قرآن یعنی ذکر خدا، یعنی هر کسی که ذکر خدا رو میکنه داره نماز میخونه، داره صلات انجام میده. ما برای این که به یاد خدا بیفتیم باید به فکر کلام خدا بیفتیم، راه دیگه هیچ راه دیگه ای نداره. اصلا دوتا طریق وجود داشته باشه که ما ذکر الله رو با روش شماره 1، روش شماره 2، روش شماره 3 انجام بدیم. اصلا اینا نیست، این تنوع روش وجود نداره، یک روش بیشتر نیست. برای انجام صلات و تذکار خدا کرد، تذکار خدا هم فقط محدود هست به تذکار کلام خدا، این کلام خدا رو به یاد بیاریم. بهترین نوع کلام خدا رو به یاد آوردن این است که زبان بگوید، گوش بشنود، ذهن فکر بکند، چشم ببیند، یعنی ما همه حواس خودمون رو به کار ببریم در یادآوری و یادداشت کلام خدا، هم کلام خدا رو بشنویم، کلام خدا رو تو گوشمون بشنویم. اذا زلزلت الارض زلزالها، خب وقتی که اینو میخونیم هم کلام خداستین دیگه، میشنویم و بعد بلافاصله مجسم میکنیم، زلزله رو مجسم میکنیم، زمین رو مجسم میکنیم، اسخالی که از زمین، این چیزهایی که از زمین بیرون میاد مجسم میکنیم، هم با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با دهان میگوییم، با مغز میاندیشیم. به جمع اینها قرآن میگوید تذکار. با کلام خدا این چنین آشنا میشویم و در اثر تکرار کلام خدا، کلام خدا فقط تعریف نیست، فرمان هم درش هست، امر هم درش هست، و اصلا همون تعاریفی هم که میکنه درش دستوره. هیچ چیزی در قرآن نیست که دستور درش نباشه. تاریخ رو هم تعریف میکنه، نتیجه شو که میگیرید یک دستوره. ما وقتی ذکر خدا رو میشنویم دستورات خدا رو میشنویم که خدا گفته چه بکنید چه نکنید، وقت اون کارها رو میریم انجام میدیم. خیلی هم هست دستورات خدا، بیش از 6000 دستور. همه اینها رو با یادآوری آیات خدا به اون دستورها یادآور میشه. اصل اینه، فرمانها رو میشنویم،
هی میشنویم، هی میشنویم، هی میشنویم. اولش رو میشنویم، آخرش رو میشنویم، وسطش رو میشنویم، مرتب میشنویم، متنوع میشنویم، نامرتب میشنویم، 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 میشنویم. همینطور این شنوایی صبح تا شام ادامه داره. و هر چند ساعتی هم که میگذره آدم شل میشه و یادش میره و کم میگه و زیاد میگه و اینها، یک بار دیگر باتریش رو شارژ میکنه، یه دفعه دیگه میگه بیست نماز با. نتیجتا در اثر این تذکارها ما با کلام خدا عجین میشیم و کلام خدا رو میآموزیم. و چون قرآن مثل یک دریاییست که همه قطره‌هاش به هم وصله، ما هر جزئی از قرآن که را یاد میگیریم یک نگرشی به کل قرآن هم پیدا میکنیم، یعنی با بقیه قرآن هم بیگانه نیستیم و کم کم با همه قرآن ما آشنا میشیم، با لااقل از نظر کانسپچوال با قرآن آشنا میشیم، یا با کانسپتش، با موضوعش آشنا میشیم، حالا اگر با آیاتش هم تک تک آشنا نشیم. و بعد در اثر این آشنایی که با آیات پیدا میکنیم، هی با آیات نزدیکتر میشیم، با صفت فاعلی خدا نزدیکتر میشیم، هی راجع به رحمت میخوانیم، هی راجع به رحمت میخوانیم، بالاخره خود ما هم رحیم میشیم، صفت رحمت رو از خدا میگیریم، هی راجع به بخشایش میشنویم، بالاخره ما هم بخشنده میشیم، هی راجع به رازق میشنویم، رازق میشنویم، رازق میشنویم، بالاخره ما هم رزق دهنده میشیم. با این صفات خدا کم کم خو میگیریم و متصف به صفات خدا میشیم و هرچه به صفات فاعلی خدا بیشتر نزدیک میشیم، به دریا بیشتر نزدیک، رودخانه وجود ما بیشتر و بیشتر به دریا نزدیک میشه، تا جایی که کاملا به دریا میریزیم و از وجود مادی منحل میشیم در اون زمان و به خدا میپیوندیم و راجع میشیم. اونجا دریا به عنوان مرجع، محل رجوع، محل برگشت مطرح. طبایع آدم ها متنوع با هم فرق میکنه، بنابراین رودخانه ها هم با هم فرق میکنن، حرکتشون فرق میکنه، شیبشون فرق میکنه، سرعتشون فرق میکنه، یکی زودتر، یکی دیرتر، یکی در آب پهناور، یکی در آب سری، هر کس از یک مسیری به طرف خدا حرکت میکنه، ولی هیچ رودخانه ای نیست که به طرف دریا نره. حتی رودخانه هایی هم که بیراهه میرن، بیراهه نمیرن، باز باراهه میشن، موقتا چپ و راست برن و افقی برن، نمیتوانند که بیستن، بالاخره یک سر و شیب و جایی هست، آب جمع میشه، از اون طرف سوار میشه، جمع میشه، بالاخره رودخانه چه مستقیم چه غیر مستقیم به طرف خداست. بلکه از هر طرفی، بس که از هر طرفی ره سوی تو بسیار است، به تو برگردد اگر ره روز ره برگردد. همون وقتی که ره رو پشتشو میکنه به خدا، میگه من با خدا قهر هستم، من دیگه نمیخوام به خدا نگاه کنم، میخوام یک طرف دیگه، پشتم رو میکنم به خدا، خدا اون طرف هم هست، باز هم روش به خداست. ما نمیتوانیم در هیچ زمانی پشت به خدا بکنیم و خدا همیشه بخشنده است در مورد اشتباهاتی که ما انجام میدیم، اشتباهاتی که در شرارت وجود نداره، غفلت وجود داره، سستی وجود داره، جهل وجود داره، اون اشتباهات همه بخشیده میشه. معمولا اشتباهات شرکی که ناشی از شرارت باشه، شرک و شرارت ترکیب این دوتا با هم، بخشش رو خیلی سخت میکنه. علی ای حال، معنی صلات یک بار دیگر، چند بار دیگر گفتم که در زبان غیر دینی عربی، زبان امروز عربی که صحبت میکنن با هم دیگه عربی، مسابقه اسب‌ربانی و اینها، من اون رو با چشم خودم دیدم که انجام میدن، به دو تا اسبی که معمولاً مثلا 50 تا اسب مسابقه میدن، دو تا از این اسب اون جلوی جلو با هم حرکت میکنن که با هم دیگه شاخ به شاخ به اصطلاح میرن جلو. گاهی از اوقات این دو تا اسب انقدر به هم نزدیک میشن، از نظر سرعت عرض میکنم، که شما که به عنوان یه ناظر نگاه میکنید اون اسب پشتی رو نمیبینید، اسب جلویی رو فقط میبینید. این مقدار با هم دیگه هم شکل و هم سرعت و هم وزن شدن. اون وقت در زبان عربی به این اسب دومی که جلوی اسب اولی رو گرفته، شما اسب اولی رو هرچی سر بکشید نمیبینید، یکی دو لحظه ها نگاه میکنید میبینید که این یکی مانع دیدن اون یکی میشه. در این حالت در زبان عربی به این اسب جلویی میگویند مسلی،
عذر میخوام مسلا، به اون اسب پشت سر میگویند مسلا. و این رابطه مسلی و مسلا زمانی به وجود میاد که شما نمیدونید که کدام مسلی است کدام مسلا، اینقدر هم شکل میشن. صلات در اوج هدف و در اوج انتظار به اون معناست، یعنی وصلت ایجاد میشه و چون ما مقید هستیم و خدا مجرده، هیچ وقت وصلت بین مقید و مجرد به صورت ظاهر و نمایان انجام نمیشه. یه کار غیر ممکنیه که مقید و مجرد با هم دیگه ترکیب بشن، بلکه منحل میشن در هم، ترکیب نمیشن در هم. یعنی هیچ وقت شما در عالم واقع اون مثال اصل رو نمیبینید که شما و خدا مسلی و مسلا باشید. همیشه مسلا در وجود مسلی منحل میشه تا وصال حاصل بشه، یعنی خودش نیست دیگه، همه او میشه. همه اینها سفرهای ذهنی است البته و بعد برمیگرده. وقتی برمیگرده چیزی یادش نیست دیگه، ولی وجودش همش بوی خدا میده، همش بوی عطر گل میده. بزرگان ما و عرفای ما در این زمینه خیلی صحبت کردن، هزاران هزار صفحه صحبت کردن. خود سعدی وقتی که وارد میشه در عبادات خودش، وارد اون باغ میشه، یعنی همون اسب دوم میشه نسبت به اسب اول، ولی ذهنیت از او گرفته میشه. وقتی از این حالت بیرون میاد، از باغ گل خارج میشه، خودش میگه رفتم در این باغ گل که هدیه‌ای، یک تاریخی، یک گزارشی برای دوستانم بیارم، ولی وقتی این گلها رو ریختم توی دامنم، بوی عطرش اینطور بود که منو جوری مست کرد که بیهوش شدم و از خود رفتم. وقتی برگشتم دیدم بیرون باغ هستم. این مثال ها و اینها رو همه رو میزنن به خاطر این است که آدم وقتی که تذکار میپذیره و یاد خدا میفته، یاد کلام خدا میفته، و اینها مراتب و پله هایی است که تعریف میکنن آدم های مختلف از پله های مختلف، که من پله چهارم بودم چی شد، پله دهم بودم چی شد، پله هشتم چی بودم. اون وقت ما از اینها هم دانش میگیریم، اینا تجربه های آدم هاست دیگه. آدم هایی که تجربه کردن، این تجربیات اینها رو یاد میگیریم، اینها رو در ذهن آرزومند خودمون قرار میدیم و ما هم سعی میکنیم که به اون پله ها برسیم و در اون مقامات قرار بگیریم. صلات با نماز تفاوت در معنا نمی کند، ولی معمولا صلات رو به عنوان یک عبادت فرمال و رسمی به ما آموختن که باید با یک تشریفاتی همراه باشه. حالا تشریفات البته بد نیست، قاعده میده، قرار میده و حالت نظام میده به عبادت ما. عده‌ای معتقدن که عبادت با نظام بهتر انجام میشه، اصطلاح ارگانایزد اگر باشه و منتظم شده باشه، یک نوع انتظام و نظمی داشته باشه، بهتر نتیجه میده. بعضی ها معتقدن که نه، دست و پاگیر میشه و جلوی آزادی عمل آدم رو میگیره. این همه عقاید فردی است، هم قابل احترامه. نماز ضمن این که گاه گاهی میتواند که در جماعت ها به صورت دعای دست جمعی انجام بشود، به نظر میرسد که شاید یه نظمی هم باید داشته باشد، اما در این حال اون چیزی که مقصود نماز هست تشریفات نیست، هدفی است که از نماز برمیاد. و خلاصه عرضم این است که نماز دستورالعملی است که چگونه آدم متصف به صفات فاعلی الهی روی زمین بشه. و 99 صفت خدا را روی زمین گفته شده که صفات فاعلی زمینی خداست، در صفت مخلوق، نه در صفت خالق. و ما اگر که صلات انجام میدهیم، بتوانیم که هرچه بیشتر متصف به این صفات 99 گانه بشویم، بیشتر با خدا نزدیک شده ایم و بیشتر شکل او شده ایم، تا نهایتاً رودخانه وجود ما به دریای حضرت حق منحل بشه. بیننده دیگری سوال کردند که همین بود به نظرم که موضوع ماهان. بیننده دیگری در ارتباط با سوال اینکه آیا بعد از رسول اکرم
نبی دیگری قبل از آخر زمان برای هدایت ما می آید یا نمی آید که پاسخ دادم خاطرم رفت که بگویم که هیچ انسانی برای هدایت بشر نیامده و نخواهد آمد من جمله رسول اکرم. و این یک فکر مشرکانه است که مشرکین قانونساز در ذهن ما نهادینه کردند و یک کثافتی است که در اونجا خانه کرده و متعفنه و باید پاک کرد. شرکه، چون فقط خدا هدایت میکنه، پیامبر کارش هدایت نیست. در قرآن هم تذکر داده شده که این فکر رو از سرتون بیرون کنه. این فکر مشرکانه ما قبل پیامبر است، رسول اکرم است، و به رسول اکرم گفته است که تو هادی مردم نیستی، هدایت کننده نیستی، اجازه هدایت نداری، توان هدایت رو هم نداری، اجازه ارشاد هم نداری، شفیع و وکیل من نیستی، شفیع و وکیل مردم هم نیستی. نه از مردم میتوانی دفاع کنی، نه نزد من میتوانی شفاعت کنی، هیچ کدام. و نه مسئول اعمال مردم هستی، مسئول اعمال مردم نیستی، یعنی اعمال مردم به تو ارتباطی نداره. اجازه دخالت و اجازه فضولی در اعمال مردم رو نداری، معنی صریح اون آیه است. و من کفایت میکنم در کفالت مردم و احتیاجی به تو نیست و اجازه هم به تو داده نشد. در مورد امام زمان بیننده دیگری در ارتباط با این سوال به ایمیل من ایمیلی زدن و سوال کردن که آیا امام زمان وجود دارد یا ندارد، آیا امام زمان در قرآن هست یا نیست. امام زمان در قرآن هست. تعجب میکنید که قبلا چرا گفتم که نیست، حالا چرا میگویم که هست. امام زمان به امام به معنای رهبر، به معنای هدایت کننده، به معنای همراه، هم رهرو معنی میدهد هم رهبر معنی میدهد. قرآن به رسول اکرم میگوید، ضمن اینکه این صحبت هایی که با تو میکنم، آیاتی که به تو میفرستم، اینها رو باید به مردم ابلاغ بکنی. یعنی آیات نسبت به مردم رهبری داره، رهبر مردم دیگه، مردم رو راه میبره. ضمن اینکه میگوید این آیاتی که تو تلاوت از دهان تو تلاوت میشه برای مردم رهبر است، برای خود تو هم باید رهبر باشد قبل از مردم. یعنی تو اولین مسلمانی باشی که آیات من رو اطاعت میکنی و به کار میبندی. بنابراین در اینجا هم پیامبر رهرو میشود، آیات پیامبر همراه مردم حرکت میکند، هم بر مردم حرکت میکند. هم راهرو است، رهرو است، همراه است و هم رهبر است. هم پیش می رود، هم همراه می رود. به این ترتیب امام زمان به عنوان رهبر در هر زمانی. ما در سوره عصر در قرآن، والعصر قسم به زمان معاصر تو، نه هر زمان، ما زمان معاصر تو که هم زمان تو باشد، ان الانسان لفی خسر، و بقیه آیه سوره که در اونجا به یک وجودی به نام زمان اشاره میکنه که این زمان هلاک کننده همه چیز رو از بین میبره. ما میبینیم دیگه، جوانی آدم رو از بین میبره، سلامتی رو، عمر آدم رو، دوام ساختمان، همه چیز رو نابود میکنه. مثلا زمان نابود کننده است، همه چیز رو از بین میبره، مگر کسانی رو که از بین نمیبره. اونها رو کسانی هستند که عمل صالح انجام میدن. چه میکنن که داستانشو بارها گفتیم. قرآن همه جا به وجود یک هادی اشاره میکنه که تو رو تنها نمیگذاره. یعنی تو در هیچ زمانی نیست که از نعمت هدایت یک هادی بی بهره بشوی. مهدی یعنی هدایت شده و هدایت کننده، یعنی هادی، و هادی یکی از اسمهای خداست. ظهور هادی
که اگر هادی امام زمان باشد، البته در قرآن هست. قرآن وعده می دهد که تو تحت هدایت و هادی قرار بگیر، نه فقط در طول مدت 23 سال رسالت رسول اکرم. دی بعدش چی؟ بعدش هیچی دیگه مورد هدایت قرار نمی گیریم. یعنی حضرت هادی، هر کسی که هست، با رسالت پیامبر تمام میشه و ما سر خود رها میشیم و همینطور بدون هادی در دنیا خواهیم بود تا روز قیامت. مثل سعی بی صاحب، نه اونطور نیست. حتما ما حضرت هادی داریم، اما این حضرت هادی که در قرآن هم بهش اشاره شده، به ما به صورت مشرکانه تعلیم داده شده. یعنی از هادی جسم ساخته شده، یک انسان ساخته شده، و در ادامه همون آیاتی که تعریف کردیم، یک قانونگذار شیطان صفت یا یک قانونگذاری که مجاز به این کار نباشه، حالا شیطان صفت هم نبوده یا بوده، هرچی بود، مقام هدایت رو به انسان داده. قرآن به پیامبر میگوید تو اشرف مخلوقات، پیامبر آخرین، بزرگترین شخصیت بشری در همه تاریخ، اجازه هدایت نداری. هیچ کس اجازه هدایت ندارد. هدایت اگر کسی داشته باشد مشرک است، یعنی با خدا هر دو هادی هستند. از صفات انحصاری فاعلی خدا یکی هادی است. فقط خداست که انحصاراً هادی است، هیچ کس و هیچ چیز هادی نیست. اون امام، اون رهبر، رهبری که در تمام اعصار، عصرها، همه زمانهای همزمان همه انسانها، اون هدایت کننده بوده، هست و خواهد بود. و با نزول قرآن و تشکیل قلم و دائمی شدن قرآن و تضمین بقای قرآن، به نظر می رسد که اون هدایت کننده، اون خدا، از طریق کلامش هدایت انجام می شود. و کلام خدا در قرآن آمده و هدایت خدا از کلام خدا باید قانوناً و قاعدتاً و طبعاً از قرآن برخیزه. بر این اساس بنده تصور میکنم که امام زمان وجود داره. در قرآن هم به امام زمان اشاره شده، اما امام زمانی که قرآن به او اشاره میکند، امامیست که رهبری هدایت رو به عهده داره. نوع بشر نمیتواند که باعث هدایت بشود یا هدایت رو به دست داشته باشد. این ضدیت در داخل قرآن پیدا میشود که به خود پیامبر میگوید تو پیامبر، پیامبر، پیامبر خیلی پیامبره. به او بگوید که تو اجازه هدایت نداری، بعد بنده و شما اجازه هدایت داشته باشیم. یا یک امام، امام به مراتب مقامش از پیامبر کمتر و کوچکتر و پایین تر اگر هم باشه، و این امام نمیتواند به هیچ عنوان دارای سمت هدایت باشد. چون سمت هدایت اگه انسان داشته باشد، یعنی مشرک است، یعنی با خدا در امر هدایت شریک است و شریک خدا شده. اگر امام زمان بتواند که به عنوان یک شخص هدایت کند، مشرک است. خود امام مشرک است و ما که اون مشرک رو قبول داریم مشرک هستیم. امام زمان وجود دارد. امام زمان همین قرآن است که در اختیار شماست. هم امام شماست، رهبر شماست دیگه. هم هدایت کننده شماست. خدا شما رو چطور هدایت میکنه؟ بی واسطه قرآن هدایت میکنه یا با واسطه قرآن؟ اگر بی واسطه قرآن خدا شما رو هدایت میکنه، که قرآن یک امر انتخابی، یک امر انتفاعی، یک امر انفعالی و یک امر بیهوده و اضافی است، باشه نباشه، خوبه بده، بالاخره یه چیزی از این کتابی است اونجا، این قرآن این نیست. قرآن باید باشه که ما هدایت بشه. و خدا گفته است که من تو را اگر متقی باشی هدایت میکنم. الان که محمدی در میان نیست، چطور من هدایت میکنی؟ نه حدیثی، نه کتابی، نه روایتی، هیچ چیز نیست که واقعه، فقط قرآن است و بس. حالا خدا چطور شما را هدایت میکنه؟
اگر قرآن رو هم ببندیم بذاریم کنار، چطور خداوند به تو تذکار میداد، یادآور تو میشود که به قرآن درونی خودت مراجعه بکنی، همین قرآن بیرونی است. بنابراین این قرآن از هر دریچه‌ای که نگاه بکنید کتاب هدایت است و در هادی بودن قرآن شک نکن. و هیچ کس جز پیام خدا نمیتواند هدایت کند کسی رو. شرک ایجاد میشود، تمام سیستم فرو میریزد، تمام سیستم فرو میریزد، نه فقط سیستم قرآنی و اسلامی و محمدی. از زمان حضرت آدم تا این لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز یک جا فرو میریزد. اگر بشر بتواند هدایت کند بشر رو، ما میتوانیم موجب هدایت بشویم به یک وسیله، به یک اسباب، اما ما نمیتوانیم که فاعل هدایت باشیم. هادی نمیتوانیم ما باشیم و امام هادی هم نمیتوانیم داشته باشیم. امام هادی ما پیام مجرد از پیامی است که ریسمان خدا نام دارد، حبل الله نام دارد و همه ما در قرآن گفته شده است که انحصارا و اختصاصا فاعتصموا به حبل الله. نگفته است در قرآن که فاعتصموا به امام، فاعتصموا به رهبر، فاعتصموا به حبل الله. حبل ریسمانی است که هرگز پاره نمیشه، سفت، خیلی مال درخت خرماز، محکم هم هست و پلاستیک نمیدونم جنسش چیه که تو آب هم میندازین محکم تر میشه. میگه به اون آویزان بشید، فاعتصموا، اعتصام یعنی چنگ بزنید توش، فقط شل بگیرید لیز میخورید میفتید پایین. شیطان مرتب سوار ما شده، این شلوار و پا و لباس و جکت و همه رو داره میکشد تن میره پایین، ما بالاخره خسته میشیم دستمون لیز میخوره دیگه، میفتیم پایین. یه اون کار میکنه، یه سوراخ کن، پنجتو بکن توش، توی این قرآن پنجتو بکن توی این قرآن، صرف نگه دار، یک پارچه بشو، متصل بشو به این ریسمان، نه کنده میشی نه جدا میشی، هر جا این ریسمان میره تو هم میری. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یه گروهی نیستن که بگه شما برید از این امام تقلید کنید، شما برید از اون امام تقلید کنید، بقیه‌تون هم بیایید از من تقلید کنید. همه جمیعا، هر چه آدم هست، هر چه انسان هست، هر چه عقیده هست، به یک عقیده، به یک حبل الله متوسل بشوید، معتصم بشوید تا به حقیقت برسید و تفرقه هم ایجاد نکنید، متفرق نشید، شیعه و سنی و اینها هم درست نکنید که همه اینها خلاف دستور حضرت حق است. من وقتی که سخن از امام زمان می کنم به این نحو، ممکن است که با باور بسیاری از افراد در مخالفت بر بیاید. ظاهراً این طور به نظر برسد که این شخص یک مأموریتی دارد که بیاید و به همه خیانت کند و اعتقادات همه را به هم بریزد و آرامش همه را به هم بریزد. ممکن است که سخنان من آرامش شما را به هم بریزد، ولی اون آرامش نیست. اون چه که شما اسمش رو آرامش میگذارید خواب مرگ است. از این خواب مرگ و از این خواب غفلت باید شما بیدار بشوید. قرآن به این خواب غفلت اسم خیلی بدی میگذارد، میگوید که مالا سریع میخوانم که فرصت هم نیست. قرآن میگوید کسانی که گوش دارن ولی استماع نمی کنن. استماع با شنیدن یک تفاوتی داره در اصطلاح قرآنی، یعنی شنیدن و فهمیدن، شنیدن و ترتیب اثر دادن، شنیدن و اطاعت کردن، شنیدن و ملاحظه کردن، شنیدن و محتاط بودن، شنیدن و عمل کردن. شنیدن با ادراک میاد با عمل، فقط این نیست که ما یک چیز رو بشنویم زمزمه یورد بشیم. ما از طریق شنیدن فهم میکنیم. قرآن میگوید کسانی که میشنوند و نمیشنوند، کسانی که چشم دارند، گوش دارند ولی نمیشنوند، وسیله شنیدن دارند، بهشون وسیله داده شده، تا اینجا به اونها مربوط نیست. گوش رو که ما خودمون ندادیم به خودمون، یعنی گوش رو خدا داده، ولی شنیدن رو هم خدا داده، ولی اراده به شنیدن رو به ما داده. ما با اون اراده میتوانیم بشنویم، میتوانیم نشنویم. کسانی که گوش دارن به جبر، نمیشنوند به اراده.
کسانی که چشم دارند به جبر بصیرت نمی کنند، فهم دیداری نمی کنند نسبت به امور، به قدرت اراده. کسانی که گوش دارند نمی شنوند، چشم دارند نمی بینند، قلب دارند تعقل نمی کنند، کارهای ارادی انجام نمی دهند. مسئله این افراد، مسئله هم که مسئله الانعام، مسئله این ها مسئله چهارپایان است. بل وزل من هم، بلکه پستر و پایینتر و حقیرتر از حیوان هستند. از حیوان پایینتر و پستر و بیچاره تر هستند. اولایی که هم الغافلون، این ها کسانی هستند که دچار غفلت شد. ما برای اینکه از این خواب آرامش نیست که آقا من یک آرامشی دارم، یه دینی دارم و یه آرامشی دارم و منتظرم ببینم کی میرم به اون دنیا و الحمدلله خمسمو میدم، زکاتمو میدم، سالی 80 دفعه مکه میرم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، تمام آخوند استخدام کردم برای پدرم، مادرم، جدام، آبادم، یکی 20,000 دلار 30,000 دلار دادم تو خونه ما، مرتب چند تا آخوند صبح تا شب برای پدر مادر و دایی و عمو و خاله نماز میخونم، بنابراین من خیالم راحته که راحت به اون دنیا میرم. این خیالت باید ناراحت بشه، چون همه این کارهایی رو که میکنی یک نوع تخدیر شیطانی در وجود تو به وجود آمده، یعنی یک مخدری از شیطان گرفتی، مثل هروئینی که آدم از یک هروئین ساز میگیره، یک هروئین گرفتی، مخدر شدی از این مخدر و به خواب تخدیر رفتی، نعشه‌ای، خماری، آرام نیستی، اون آرامش نیست. اگه اینطور بود همه مرده ها همه آرام بودن، نه اون آرامش نیست. آرامشت رو به هم بزن. اتاق فرمان حتما بعد از برنامه دو کار خواهد کرد امشب. دو بخش از سخنان من رو در مورد تاریخ وهابی و ساعت 8 انشاءالله برقرار خواهد کرد و بین اینها یک دعای من دارم. بخش اول از دعای سوره مدثر است. بارها و بارها در اون آیه میگوید که برخیز برخیز برخیز. ترجمه نیست البته، تحریری است که بر مبنای استنباطهای الهامی من از اون سوره گرفته شده و ترجمه نیست، استناد به اون سوره هم نیست، بلکه حالات یک خادم خداست که از خواندن این آیه این حالات و این عوالم به من دست داده و اونها رو در کلامم منعکس کردم. اون رو بشنوید بین دو برنامه‌ای که در مورد تعریف تاریخ وهابی گفته شده و ملاحظه می‌کنید که ایمان به خوابیدن نیست، ایمان به برخاستن و فعال شدن است. اتاق فرمان لطف کنید و دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید. باز می‌گردیم با شما خواهیم بود.